برج میلاد تهران ششمین برج بلند مخابراتی دنیاست. ارتفاع کلیش تا نوک دکل 435 متره. برای اینکه برج بنا بشه 17 نقطه از شهر تهران رو بررسی کردم و بنا به دلایل خاصی که خدمتتون خواهم گفت این منطقه رو انتخاب کردم. تپه های کوه نصر، یعنی این منطقه ارتفاع خاکش طبیعیه، یعنی بر اثر انباشت خاک این تپه ها به وجود نیومدن. نکته دوم، تپه های کوه نصر از اتوبان حکیم، اتوبانی که در جنوب برج 60 متر بالاترن، باعث شده که به ارتفاع برج افزوده بشه. از گسل اصلی زلزله فاصله داره، بر شبکه بزرگراهی شمال غرب تهران قرار گرفته، بین چهار اتوبان اصلی شهر تهران که دسترسی به این مجموعه راحت کرده. نکاتی از این قبیل باعث شده که تپه های کوه نصر انتخاب بشه و در سال 1376 ساخت این پروژه شروع شده. در مهر ماه سال 1387 به بهره برداری رسیده. مهندسینش ایرانی بودند. طراح برج دکتر حافظی، استاد دانشگاه شهید بهشتی هستند، مهندس سازه، مهندس بهمن حقیقی. و این برج با وزن کلی 150,000 تن از پنج بخش اصلی تشکیل شده. بخش اول اون فونداسیونشه، از 14 متر زیر زمین شروع میشه. بخش دوم لابی هست که از 6 طبقه تشکیل شده. شما الان در طبقه دوم لابی هستید که از این قسمت به عنوان یک فضای نمایشگاهی استفاده میشه در جشنواره های مختلف، مثل جشنواره نوروزی، جشنواره تابستانی. طبقه بالا رستوران ها هستن و مراکز خرید. دو طبقه زیر زمین به واحد های اداری اختصاص داده شده. داخل بدنه بتونی برج طبقه ای وجود نداره. از این قسمت صرفا جهت انتقال کامپ‌ها، لوله‌ها و آسانسورها استفاده شده. 6 دستگاه آسانسور با سرعت 7 متر بر ثانیه و 1675 پله از پایین‌ترین قسمت تا بالاترین نقطه، که بهترین رکورد مربوط میشه به آقای اسدی که در 10 دقیقه و 40 ثانیه این تلاتله رو رفتن بالا. سازه رأس برج میلاد، یعنی سازه الماسی شکل بالای برج که در فراز شهر تهران می درخشه، از 12 طبقه تشکیل شده که صرفا 4 طبقه از این 12 طبقه برای بازدید عموم هست. طبقه هفتم 280 متری تراسیه که این امکان رو فراهم کرده در هوای آزاد شهر تهران رو ببینید. بزرگترین طبقه با بیشترین قطر و سایر طبقات. گنبد آسمان ارتفاع 302 متری، یک اثر هنری روی دیواره هاشه. نمادهایی که تمدن 9000 ساله ایران رو به صورت کاملا تجسمی و انتزاعی به تصویر میکشه. طبقه پنجم سازه رأس 271 متری موزه مشاهیر نام داره. بهترین نمونه از مجسمه های سیلیکونی ایران داخل این طبقه قرار دارن. طبقه سوم 261 متری موزه شهرداری، هدایای شهرداری داخلش قرار داره. دستخط مشاهیر ایران در 200 سال گذشته و کره های تاریخی مربوط به قرن های 17 تا 20 که روی این کره ها کلمه پرشین گولف یا هم خلیج فارس نوشته شده. یک سند تاریخی معتبر که از یک موزه از فرانسه خریداری شدن. بزرگترین رستوران گردان جهان در ارتفاع 276 متری طبقه ششم سازه رأس که در عرض یک ساعت 360 درجه میچرخه و یک بلیط مجزا داره. طبقه دهم رستوران وی آی پی، طبقه چهارم یک کافتریا و سایر طبقات مخابراتی، تلویزیونی و تاسیساتی هستند. در نهایت دکل آنتنه که 120 متر طول و 400 تن وزنشه. 70 متر اول دکل داخلش یک آسانسور دو نفر است. همکاران تاسیساتی ما رو جابجا میکنه و 50 متر الباقی از بیرون روی بدنه پلکانی که دسترسی رو تا نوک دکل فراهم کرده. و راجع به فاز دوبای پروژه هم خدمت خواهی دکتری رو بگم. فاز اول برج میلاد بوده و مرکز همایش ها ساختمانی که در پایین برج داخل سالن‌های کنسرت، کنفرانس و همایشه. فاز دوم
دو برج خواهد بود، یک هتل 5 ستاره و مرکز ارتباط و تجارت بین الملل. امکانات جانبی مجموعه دلفیناریوم، سینمای 6 بعدی، لیزریوم، زیپلاین و پل معلق هستش. خیلی ممنون که توضیحات برنامه رو گوش کردید. اگر سوالی باشه بعدا در خدمت. سوالی نیست؟ حتی جسارت شما معمولا از دانش آموزا میپرسید، اگر سوالی هست بپرسید. با جسارت کردید.